سلام سلام دوستای خوشگل خودم، امروزم اومدم پیشتون با یه داستان جدید. این داستانمون اسمش هست اژدهای خجالتی. روزی روزگاری یک چوپان در یک روستای زیبایی زندگی میکرد. یکی از روزها با ترس و لرز به خونه رسید و با گریه و زاری گفت: چیز وحشتناکی دیدم. به اندازه 4 اسب بزرگ بود و چنگال‌های بلند و تیزی داشت. دم نوک تیز بلند و روی کل بدنش هم فلس‌های آبی براقی داشت. پسر چوپان رفت و در کتابش جستجو کرد و گفت: بابا، انگار توی اژدها دیدی. پدر و مادر پسرک ترسیده بودند، اما اون آروم آروم بود. صبح روز بعد پسر از جاش بلند شد و به سمت تپه رفت، چون میخواست ببینه که میتونه با اژدها دوست بشه یا نه. وقتی پسر به تپه رسید فهمید که اژدها خیلی مهربون و بامزه است. اونا به هم لبخند زدن. بعد پسر نشست و شروع کرد به سوال پرسیدن از اژدها. اژدها شروع کرد و یه عالمه داستانای قدیمی برای پسر تعریف کرد. می گفت در زمانهای قدیم یه عالم اژدهای خطرناک همه جا وجود داشته و شوالیه ها باید با اونا می جنگیدن و شاهزاده خانوم ها رو نجات می دادن. پسر هر روز برای شنیدن داستانها برمی گشت، اما بالاخره ساکنین روستا متوجه حضور اژدهای آبی شدن و معلوم بود که اونا خیلی ترسیده بودن. پسرک پیش اژدها رفت و گفت: ساکنین روستا میخوان از شهر تو خلاص بشن. اژدها گفت: ولی من که آزارم به یه مورچه هم نمیرسه، چرا اونا میخوان به من آسیب برسونن؟ پسرک جوابی نداد. اون روز بعد از ظهر پسرک در روستا خبر خیلی بدی شنید. روستایی‌ها میخواستن قاتل اژدها رو برای مبارزه با اژدها بفرستن. پسر مستقیم به سمت اژدها دوید و گفت: اونا میخوان سنت جورج قاتل اژدها رو برای جنگ با تو بفرستن. اون بلندترین نیزه ای رو داره که من تا حالا دیدم. اژدها گفت: از این که به من گفتی متشکرم، اما من نمیخوام دعوا کنم. پس من فقط توی غار خودم میشینم و منتظر میمونم تا اون بره. نه، هیچ چاره ای نداری. مردم دوست دارن که یک دعوای درست حسابی ببینن. اما اژدها خمیازه کشید و گفت: من مطمئنم که تو این مشکل رو حل میکنی. پسر یواشکی به روستا برگشت. اونجا چند تا از روستایی ها رو دید که در مورد اژدهای خطرناک صحبت میکردن. میدونستید که اون فقط 10 تا گوسفند برای صبحونه میخوره؟ آره، منم شنیدم که چند تا خونه رو آتیش زده. پسر با عصبانیت فریاد زد: این یه دروغه. آزار اون اژدها حتی به مورچه هم نمیرسه. شکارچی اژدها گفت: ولی من چیکار میتونم بکنم وقتی همه دلشون دعوا میخواد؟ پسر زمزمه کرد، بهش گفت: دنبالم بیا. پسر قاتل اژدها رو برای ملاقات با اژدها برد و بهش گفت: اینجا برای دعوا جای خوبیه. اژدها خیلی محکم گفت: هیچ دعوایی در کار نیست. شکارچی اژدها گفت: نظرت راجع به تظاهر کردن و فیلم بازی کردن چیه؟ اژدها گفت: شاید نظر خوبی باشه. پسر گفت: قول میدی بهش آسیب نزنی؟ شکارچی اژدها کمی فکر کرد و گفت: خب، دعوا باید به نظر واقعی بیاد. اژدها پرسید: بعد از دعوا قرار مهمونی برگزار بشه؟ شکارچی اژدها گفت: آره، و من قول میدم که تو رو هم ببرم. صبح روز بعد افراد زیادی برای تماشای دعوا اومده بودند. پسرک نزدیک غار اژدها ایستاده بود و عصبی به نظر می رسید. هنگامی که سنت جورج ظاهر شد، مردم تشویق کردند و فریاد زدند. خیلی زود صدای غرش در کوه تنین انداز شد و شعله های آتش در هوا پخش شد. آتش از دهان اژدها بیرون اومد و شکارچی اژدها جا خالی داد و نیزه‌اش رو بالا گرفت. بعد هر دو از کنار هم رد شدند. مردم فریاد زدند: ای وای، ضربه از دست رفت. شکارچی اژدها و اژدها برگشتند و دوباره شروع به جنگیدن کردند. این بار دیگه فرصتی واسه جا خالی دادن وجود نداشت. پس از یک مبارزه طولانی سرانجام اژدها روی زمین افتاد. شکارچی اژدها روی او ایستاد و جمعیت فریاد زدند: سرش را ببر، سرش را ببر.
و شکارچی اژدها گفت فکر کنم اژدها درسش رو یاد گرفته باشه. بیایید اون رو به جشن دعوت کنیم. سپس شکارچی اژدها، پسرک اژدها و همه روستاییان رو به سمت کوه هدایت کرد. پسر واقعا خوشحال بود چون تونسته بود نقشش رو عملی کنه. روستاییان خوشحال بودن چون یه دعوای هیجان انگیز دیده بودن. شکارچی اژدها هم خوشحال بود چون توی نبرد پیروز شده بود. اما اژدها از همه خوشحال تر بود. اون حالا دوستای زیادی داشت و قرار بود کلی غذای خوشمزه بخوره و گفت این یه شب عالی بود. اژدها این رو گفت و شروع به خور و پف کردن کرد. پسرک گفت او حالا چجوری اونو برگردونیم به غارش؟ شکارچی اژدها با خنده گفت من کمکت میکنم. اونا دوتایی بلند شدن و به سمت اژدها رو بلند کردن و به سمت غار حرکت کردن. اینم از داستان امروز ما دوست قشنگم. امیدوارم از نقاشی که همراه این داستان براتون میکشم لذت ببرید. دوستتون دارم، مراقب خودتون باشین. تا نقاشی بعد، بای بای.